بخیه که الان قراره خدمتتون آموزش بدیم، بخیه مترس هست، مترس افقی. طبق اصول اولیه بخیه زدن، سوزن رو از محل مناسب میگیرید. برای زدن بخیه مترس افقی، سوزن رو به صورت عمودی از سمت باکال وارد بافت میکنید و از سمت پالاتال یا لینگوال خارج میکنید. یک مقدار از انتهای نخ رو میذارید که بعدا بتونید راحت گره بزنید. دوباره مجدد سوزن رو از محل مناسبش میگیرید و برای اینکه یک بخیه مترس افقی شکل بگیره، با یک فاصله مناسب از محل خروج سوزنتون در سمت پالاتال یا لینگوال وارد میشید و از سمت باکال خارج میشید. خب انتهای نخ رو که بیرون مونده ازش کمک میگیریم برای گره زدن. دو دور در جهت عقربه های ساعت، دو دور در جهت خلاف عقربه های ساعت و مجدد مشابه اول. خب انتهای گره رو میبریم. این بخیه مترس افقی همونطور که میبینید، علت نامگذاریش اینه که خطوطی که بعد از بخیه زدنمون در روی زخم در کنار محل زخمون دیده میشه، موازی زخمی هست که ایجاد شده. به همین خاطر بهش میگیم مترس افقی. بخیه های مترس، کلان هم مترس افقی و هم مترس عمودی، ویژگی مهمی که دارن اینه که استحکام بالاتری و به وجود میارن نسبت به بخیه های سینگل و کشش بیشتری رو میتونن تحمل کنن. یک ایرادی که این بخیه داره، مترس افقی داره، اینه که همونطور که میبینید میتونه خونرسانی لبه های زخم رو به مخاطره بندازه، به خاطر فشاری که این دوتا نخ اینجا روی لبه های زخمون به وجود میارن. خونرسانی توی این ناحیه یه خورده میتونه مختل بشه و همین خاطر در جاهایی که خونرسانی به مخاطره میفته دقت کنید که از این نوبخی استفاده نکنید.